بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما، از دانشمندان گرامی، چون ما مفتی نیستم و یک مقتدی هستم، منتها میخواهیم که یک موضوع را به ارتباط خدمت شما بیان کنیم. والا ما امیر صاحب میکنیم، والا 1000 علما امیر فتوا بده، 10000 علما به حیات بگوین، میگه که تا که مرض تشخیص نشه تداویش بی اثر است. به خود تشخیص مرض نظرم ایست که اگر ما توسو بشینیم سر هر نقاط گپ دیم، چطور کنیم فلان ترسی را پاس کنیم، چطور کنیم این، چطور کنیم چطور کنیم این، کنیم چطور کنیم پارلمان از زنده پولی مرد نشینن، چطور کنیم که خود بزرگای ما چی کار کنن، در مجموع این کل شب با میفهم در مجموع بدت است، یک چیز خلاف شریعت است. دیگه من حرف ندارم، چطور بدونی که از آن آمه را روشن بسازیم؟ من میخوام در ارتباط از آن آمه وقت روشن میشه که شما منعیس یک انسانی که در معجزات قرآن بحث میکنین، آیا قرآن برازی هست که ما ایره بر جهان معرفی بکنیم و به این عمل بکنیم تا که دنیا قرآن بشناسه و به قرآن و به قرآن قرآن تسلیم شد، و یا ایره ما بگیریم یک روز تاویز و فقط شما نظرتان در این قسمت ما میخواییم که یک عمومی یک نظر ما در اینجا نظر علما داد، ما میخواییم در کلیات یک موضوع رو برتون بگوییم که بدرتون میخوره. استاد محترم سعی کنیم، وقتی ما در شوری تحصیل میکردیم بر شوری یک نقطه گفتم چی؟ گفتم خودت بدر کدام که وقت شنیده باشه اینکه سویس گفته باشه کشور تا کشور ما وارد جور کو؟ گفت هیچ وقت سویس نگفته، اما کلی خوش داره کشورش سویس وارد جور شده، اما تو میگه کشورتون شوروی وارد جور کنین، یعنی خود تلویزیون امادی سر دست شوی اونا میگه بده دیگه جواب نگه گوشار میبوده خودم ایماندی، اول مسلمان ها خود جور کنن بار از ما میتونیم سر کفار قرآن رو قبول آگیم. میگه تو از قرآن چی استفاده کردی که یک دفعه دکرد دورت ایرش میکنی بالای سر روز میگه قول روز لکلوش تو چی کردی؟ من میخواییم که در مجموع از آن جامعه مسلمان ها رو چطور روشن کنم. از من کلی چیز از سوم صدای محترم وقت کم از دو ساعت گم میزنم، از من کلی چیز از پرسان کنم، یک چیز پرسان کنم چطور کنی خود معروف بسازی، چطور کنی خود مشهور بسازی؟ کلی بسرات میگه اگر خواهی نشه ویروس و همرنگ جماعت باش. من میگم جماعت نباش، همرنگ جماعت نباش، چرا جماعت دولت غرق شدن از تو بازی رو خود غرق میکنی، جماعت یهود میشه یهود میشه، نصارا میشه نصارا میشه، در اندوسان میری خیروندو میشه، اگر خواهی نشه ویروس و همرنگ خود باش، چنانچه نبی اکرم صلی الله علیه و آله خود او جامعه را همرنگ ساخته، نه همرنگ جماعت شده دخترها زنده بگور کنه. اینا به خاطر که هر قدر شما میگه بازم اون دوره قرآن کریم دور میخوره، هر قدر شما میگه بازم اون گوشت مرغ میخورن چند، هر قدر میگه تاثیر نداره گپ شما علما، چرا نمیتونه تو گپ تاثیر نمیکنه؟ به خاطر که میتود سخنرانی را شما از چوکات مسجد خارج نمیکنین. شما را وقتی که در مسجد در پیش خطبه کم میزنید، در پیش جمعه کم میزنید، بالا برای قصه با کاغل خانه تانه میکنین. وقتی که میخواین که جور کنین چند نظر میتونم افا میخواین نظر خود سری میگم، بالا سر مسجد نشته کن که هر کی که در قسقات جمع من میخواین میتوده که چطور اسان مسلمان های افغانستان چطور روشن کنیم، بالا سر مسجد نشته کن که هر کی که در روز فوتش قرآن شریف دور بده او آدم بدعت است، خلاف شریعت است. چه لبه در تلویزیون بگویی تیر نمیشه. میخوایم آرام برتون یک جمله بگوی کوتاه بسونم کس نشنوه، نه بشنوه آرام برتون نگو وقت سو گوش کنین. 1000 بار شما نتاق مایه چند بار در تلویزیون ظاهر میشه؟ مایه 30 بار در بازار میره چرت بزنیم به جایی نمیریشه. چرا ما کم در تلویزیون ظاهر میشم؟ ما کم ظاهر میشم تلویزیون هم دیگه کنم، چرا کم ظاهر میشم؟ به خاطر که میگن ام بر آمده کشو کنم کلی که سهل بیکنه که ملک ملک هم میکنه که سهلش نمیکنه. بسیاری کارشناسا در تلویزیون ها به سر آورده کلا یه ایک نمیشد سیدی قوان در جو سیدی قوان نمیست نال از من همی یک استفاده کنید چطور بودتونی که جامعه را بیدار بسودیم. اول این کاری کنین یک شعر نشد کنین در بالای سر مسجد پل خشتی بیچار چی هست؟ علما فتوا داده که گوشت مرغ نخورین. صد بار در تلویزیون بگوی گوشت مرغ بخورن هو در فکرش میشین گپ نو یک کاری کنین نو کنین نشته کنین کسی که در مبین سر شهدا کلام در سر شهدا نشته میکنین کسی که مرده خوده قرآن شریف دور میده خلاف شریعت است. ما سیستم تبلیغ برای شما تشریح میکنم نه سیستم فتوا. اگر ما بگوییم که با فتوا بدون ما بسیار احمق بوده میشم، چون هنوز خودم صحیح تعمم میاد ندارم و از بکم تیان بگیری ناکام میمونم چون مقتدی هستم. اما ما سیستم برای تو میگم چطور بتونی که مردم از آن هو والا شنیده بودم مولوی صاحب گفت قرآن شریف دور نته خو مگم صد بار مولوی صاحب وزیر بر خان گفته دکتر سب نیازی شما گفته دیگه علما در تلویزیون گفته بار. اما یک جای من ندیدم که بازم میبینم اون دور کردم است صد بار میشتری بازم اون دور میتم به خاطر از اینکه بتونه زان جامعه رو جور کنیم همین کارو اول یک سمینار بگیره کنفرانس بعد باتی بگیره
بارد باز عملی جور کنیم. اقلا 1000 پگی 2000 پره. دو دانه کلان کلان جور کنیم. یکی در پیش مسجد عبدالرحمن جور کنیم. یکی در پیش مسجد پرخشتی. واسه برای علما تو میگه هر کی دادن مسجد یک موضوع رو ما یک موضوع حل کنیم. صد می بخویم زیاد وقت نرفت. ما یک موضوع حل کنیم. یک موضوع نیمه نکاح اینی فلانی اینی اون استاد میگه هر موضوع رو در گراف تان جور کنیم. ما یک موضوع شما در چهار طرف چرا سه سال خالی مرکز حکومت غلطون در از با قدرت خود خورد بود. ما شعار شکردم 52 غلطون در نمیتونه خو حالا عباس دیگه بی پین اگر ما نشانه میکردم شو میگردم نشه تو هم بگو که بده اگر تو قرآن شریف به دور دادی ده دوزاق میسوزم مردید خلاص دیگه تو بتونن زندگی خود رو اصلا برم. اصلا مشکلی بود. ما یک وقت یکی از استادای ما بود که مرا میگفت که خودت زیادتر سر زمین مسائل خرد ریزه و خرد زیاد سر زمین تحقیق نکن. ما به خاطر این نظریات علما را میگیریم، حداقل ما نظریات علما را وقتی که بگیریم از این سی دی جور بکنیم و مردم بشنون، یعنی فیصدی زیاد مردم تغییر میکنن. یعنی دی هیچ شک نیست که هر کلمه و جمله انسان تاثیر خود داره. گپ اساسی بود که من تا یک چند وقت میگفتم خب صحیح است. یک سال گذشته یکی از محصلین از صنف 4 حقوق بود، مرا گفت استاد من یک مشکل دارم. من گفتم بفرمایید مشکل تان بگو. گفت که استاد یک کسی است از هلند آمده، یک خارجی است و این بسیار آدم عالم است و تحقیق میکنه، من سوالی از این جواب گفتن نمیتونم. دیگه برای من گفته که من تا بال که چند نفر از مولوی صاحبا بحث کردیم، گفت او گفت که برای من کس روان کنین که پیشانیش ترش نباشه، قار نشه و هر سوالی که من میکنم باید سوال من را جواب بگه. گفت استاد ولی از خدا شما می لطفه بکنین یک روز بریم خانه ما. رفتیم در سی اول خیرخانه سرک همون چارایی که است گلایی سی اول خیرخانه، خانه از اینا بود. خانه از اینا که من رفتم دیدم که اینجا یک خارجی شیشتر و ای از هلند است. ای مرا گفت که خب خدا معرفی کرد، گفت من یکی رئیس یکی از مؤسسات هستم و مدت چند سال است که تحقیق میکنم درباره اسلام. مسیحی خودش گفت که من اصلا مسیحی بودم و گفت من مسیحیت به خاطر ازی که در مسیحیت خرافات بود ترک کردم. گفت من مطابق به اساس تحقیقات کردیم در جهان به این عقیده هستم که این جهان خالق داره. گفت اینه من خودم، گفت برای من یاد ندی، اینه من خودم قناعت دارم که خالق داره و این که بین گرده من و بین میده من و بین وجود من و بین آفتاب و بین درخت سیب ارتباطاتی وجود داره، این گفت قناعت من را حاصل کردم این هست یک سائنسدان متخصص که خالق سیب و خالق میدیمه و خالق آفتاب ذات یگانه است. بنابراین من خالقم قبول دارم و وحدانیتشم. لیکن ای که کدام دین حق است، گفت من در این تحقیق میکنم. من در خانه یک مسیحی پیدا شده بودم. گفت من رفتم در مسیحیت وقتی که مادر کلانم را برد یک قوطیگه که اسپند در دست کشیش مسیحی است و یه هم اسپند دوت میکنه. میگه من برش میفتم که حالا تو وقتی که پیش خدا میری اسپند چی میکنی؟ ای دوده چرا میکنی؟ گفت خب بالاخره برای من یک گلاس شراب هم انداختن و گفت من خود چون خارجی استم شراب هم شناسم میفهم که این واین است. گفت برای من کشیش میگه که این خون عیسی مسیح است، این خونه بخ. میگه من بهش میگفتم که اوه از خانه خراب، این خود شراب است. It is not blood, it is wine. باز برای من یک نانه میداد، این نانه که بخو هیچی هست، این گوشت عیسی مسیح هست، درون تو را پاک میکنه. من اینجا میخوا نان هست. گفت بالاخره اینه این مسائل خرافاتی که در مسیحیت بود من به این معتقد شدم که مسیحیت دین حقیقی پیغمبران است. او خالقی که آسمان ها را خلق کرده، این جهان خلق کرده، این نظام شمسی رو کنترل میکنه، او بر من انسان میگه بی یک دانه قوطیگه که سپند در بده، یا بخی مثلا اینی چوب ماچ کو، یا بخی اینی تختر ماچ کو. گفت ما بالاخره مسیحیت چند سال است ترک کردیم و آل تحقیق و اسلام است و آمدیم در افغانستان به خاطر اسلام. اگر ما بفهم که در اسلام هم خرافات است، گفت پیر ما برای تو میگم و تو برو به کل علما بگو برشان بفهمان که اگر خرافات به نام دین بین مردم تبلیغ کردین
ما غربی ها اسلام قبول نمیکنیم. اگر اسلام به لباس اصلیش معرفی کردیم آنچه که اسلام است، ما در غرب هیچ را نداریم. قانونی که در غرب است ما را تک تک کرده. امروز کل دنیا دشمن امریکاست، به خاطر از اینکه قانون امریکا کل دنیا را دشمن خود ساخته. امروز بزرگترین سوپرمن امریکایی که خود سوپر پاور میگه در کوتی سنگی کابل شامگی گشتن نمیتونه. امروز گفت که اروپا به هزارا قسم مرض است. امروز گفت در 2007 گزارش سازمان ملل متحد است که 55 میلیون مبتلا به HIV ایدز است. این کی ساخته؟ گفت آزادی جنسی که در قانون ما هست. گفت ما احتیاج هستیم، زن خود از دست دادیم با حساب از این قانون، اولاد خود آزادی دادیم، گفت بچه اش سالم که جوان شد خانه را ترک میکنه، احترام مادر نیست، احترام پدر نیست. گفت کل ما ایران هستیم در تلاش از این هستیم که یک قانون پیدا شود که ما به او رجوع بکنیم، و این قانون قرآن است. لکن شما مسلمان ها سر قرآن رو شخند میزنید، گاهی قرآن را در گردنتان آویزان میکنید، گاهی در کله عروستان میگیرید، گاهی قرآن را مثلا در دوره های اسقاط میگردارید، گاهی قرآن خورترک نشته میکنید. همین قرآن هایی که در دوره اسقاط است توهین و تحریف است به قرآن، به خاطر هیچ خوانده نمیشه. گاهی قرآن به شکل ابجد نوشته میکنیم به نام قرآن اسقاطی، و گاهی این قرآن از این شان خورترک جور میکنین، در گردن گوسفند میپرتین، گاهی سر به شکل تومار در. گفت اگر اینی چیزا مرا گفت این چیزا در اصل در اسلام داره که ما سفر ما ختم کنم ببرم. من هفتم برادر عزیز گفتم در اسلام نه این چیزا وجود داره و نه این هست، و اسلام کست قرآن عظیم الشان است، و این یک تعداد مردم های جاهل میکنه. گفت من زن یک نفر میره یک زیارت قلفش هم ماش میکنه، چنایی تر میشه میگه اوه این قلفش رو ماش میکنی، ولقد کرمنا بنی آدم. گفت ولقد کرمنا قلف، این قلف که ماش میگیری، قلف خب میدن چایناسی، خب میدن بابا کیدانی نیست. اگر این بابا کیدانی جور کرده باشه ماشش کو، خیبه زندگیش دست ماست، ما چنایی سم دست مرا ماش کو. دو چرا این قلف ماچ میکنی؟ کجا از کرامت انسان که بخیزه چوب ماچ بکنن؟ یا دستک های دراز دراز کشال میکنی؟ این توغ از ایره ماچ میکنی؟ آیا این جز من گفت آیا این توغ ها؟ آیا این قلف ماچ کردن ها؟ آیا این خاک ها؟ گفت مثلا در اونجا در زیارت خاک است، درست است، شاهد شمشیره رحمت الله علیه در شخصیت از اوی هیچ کس شک نداره، شخصیت اسلامی بود. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا. لكن آیا خوردن خاک دیوارای ازی و آیا خوردن خاک ازی که هزارها قسم مرض میره ایر اسلام تایید میکنه؟ گفت اگر اسلام میگه که خاک بخو، اگر اسلام میگه قلف ماچ کو، اگر اسلام میگه چی میگه، من اسلام قبول ندارم. بالاخره نتیجه به این شد که چی شد. باز من برش گفتم، گفتم برادر عزیز اینه می گپا نیست، من خب عالم بزرگم نیستم، منتها من از یک استاد برات میگم اینی یک تعداد عوام ما میکنن، لکن در دین اسلام اینی گپان است. از این خاطر برادر عزیز امروز جهان محتاج اسلام است، آماده هست اروپایی و امریکایی که مسلمان شود، دیگر راه نداره. چرا با این همی چیزا و باز همی مردم است، همی عوام ناست که اگر تو چی هستی این از این دکتر سایبای کرده متخصص کل عمر خود فنا فی دین ساختن، در کل عمر خود تحصیل کردن، دکترا گرفتن. از برای خدا چند سال پیش در افغانستان یک دکتر اسلامی ما نداشتیم، حالا الحمدلله در هر جایی که بری دکتر سایباز، دکتر سایبای متخصص در فقه دکتر داریم، در لغت عربی دکتر داریم، بوهاندا داریم، دکتر سایبای بزرگوار کلشان هستن. اینا یا کسایی هستن که متخصص دین هستن. خیلی گپ از یاره که قبول نکنیم، گپ کی قبول میکنیم؟ از این خاطر خداوند کل ما را توفیق بده که برای